با سلام دوباره خدمت دوستان. خب من کار رو تموم کردم، اینجا همه مقادیر رو نوشتم. ببینید، من همون شکلی که من نوشتم شما بنویسید: بازی برد، مساوی، باخت، گل زده، گل خورده، تفاضل. اینجا هم به همون شکل همه رو نوشتم. در انتها هم فایل رو برای تمرین جزو، یعنی چون که پروژه عملی است، حتما فایل اصلی رو توش میذارم که شما هم بتونید استفاده بکنید، فایل پلاگینمون رو. خب حالا میریم سراغ خود ویجت. خب دو تا آرگومانش رو بسش می نویسیم: args instance. در ابتدای هم تایتلش رو به دست میاریم. تایتل برابر است با یک if ستایی می سازم. اگر instance تایتل مثبت بود، خودش رو برگردون instance title، و یا اگر رشته تو خالی بود عبارت جدول لیگ رو برگردون. خب حالا همه مقادیر رو دونه دونه اینجا ما باید به دست بیاریم. خب مقدار اول LFC، من این رو از این بالا میگیرم میارمشون پایین، با دونه دونه بدونیم باید چی کار بکنیم. خب حالا اینا رو دونه دونه درست میکنیم. اولی LFC، خب اینو فقط کافی این قسمتش رو برداریم و این میشه instance LFC. فقط باید str replaceش بکنیم، str replace. مقدار سرچ میخوام دنبال شارپ بگرده، چون تو اون کد اصلی ما این کدی که اینجا از شارپ ندارن، این رنگا همطور که نگاه میکنید شارپ ندارن، ما هم میخوایم که نداشته باشه. خب ریپلیس با هیچی دارم تکی میدیم. مقدار جستجو هم خب اینستنس LFC میخوایم باشه. خب این از گزینه اول. همین رو کپی پیست میگیرم برای HPC و این رو بکنم HPC، پاکش میکنم HPC رو. حالا همین رو کپی پیست میگیرم، یه اینطوری میزنم HFC. پاکش میکنم، کپی پیست دیگه میگیرم LBC. اینو پاک میکنم، حالا ORBC. خب میرم پایین، این رو پاک میکنم ERBC. یک کپی پیست دیگه میگیرم، این رو پاکش میکنم و مقدار BC. این هم از این و پاک میکنم لیگ. بخار لیگ رو بسش استفاده میکنیم. خب این هم از مقدار لیگ و این ها. خب این بازی و مقادیر بعدی این ماجراشون چی میشه، اینا رو دونه دونه ما اینجا کات میکنیم. بازی برابر است با، ببینید، چون میخوایم 0 و 1 باشه، پس اینجا یک ایف ستایی دوباره درست میکنیم. اینجا میگیم که instance بازی اگر برابر بود با آن، مقدار 1 رو برگردون و گردن مقدار 0 رو برگردون. واسه کجا میخوامش این رو؟ دقیقا واسه این قسمت، چون این بازی و اینا اینجا، واسه اینجا میخوامش. بخش گوشی من زنگ میخوره، لازم جوابش بدم. بخش دوستان گوشی من زنگ خورد، لازم مجبور شدم ویدیو رو نگه دارم. خب بازی بودیم، بازی رو اینجا درست کردیم. من بازی رو حذف میکنم. خب اینو کپی پیستش میگیرم، همون برد رو واسش مینویسم.
پاکش میکنم. آخ ببخش، کجای پاک کردن، کپیش کردم. خب همین بالایی رو دوباره کپی پیست میکنم، مساوی رو میبرم میذارم. خب دوباره این رو پاک میکنم. خب حالا دوباره کپی پیست میگیرم، باخت رو میبرم میذارم. خب میبینید همینطور که میبینید اکثر کارامون تو این پلاگین ما تکراری بود. اکثر کارهایی که انجام دادیم همش کپی پیست کد ها بود و از این موقع برنامه نویسی به این شکل پیش میاد که ما مجبوریم پاک بکنیم بذاریم. اینم خودش سخت شد، فکر کنیم میگید آسونه، نه اتفاقا خیلی هم از اون حالتی که آدم مینویسه سخت تره، اعصاب آدمو خرد میکنه و درصد خطا رو هم میبره بالا. واقعا این کارهای تکراری درصد خطای خیلی بالاتری دارن. خب حالا تفاضل رو من میبرم میذارم. خب این هم از این. خب این رو پاکش میکنم. خب ما اینجا یک اسکریپتی داشتیم داخل این سایت، گفتیم نتیجه نهایی اسکریپتی که به ما میده، من اینو رفرشش کنم، همون اسکریپت تاثیر رو دوباره ازش بگیرم، دریافت کد، اینو کپیش میکنم، اینو میارم به اینجا. اینجا اسکریپتی داشتیم، اینو میذاریم داخل اسکریپت لیگ، برابر است با یک رشته تکی درست میکنم میذارمش داخل اون، میبندم. خب حالا این رو، این چیزایی رو که ما اینجا به دست آوردیم باید ببریم بذاریم داخل این قسمت هایی که برای ما تعیین کرده و اونجا استفاده بکنیم. خب اینو ما اسکریپت رو تیکه تیکش میکنیم. خب اینجا میشه نام لیگ، این قسمت اینجا، اینجا این قسمت SRC ورزش سه تیبل فریم، نام لیگ میاد اینجا. خب من اینجا پس اینجا اینو نگهش میدارم، کانکتنیت میکنم و می نویسم لیگ، دوباره کانکتنیت میکنم و ادامه میدم. خب اینو میتونیم تو همینجا مثلا نگرش داریم، بریم خط پایینی که این رشتهمون زیاد طولانی نشه. من این اسکریپت رو دوباره کپی میگیرم میارمش اینجا. خب فقط دیگه مساوی نمیذاریم، کانکتنیت مساوی میذاریم تا دوباره ادامه بده اصطلاحا. خب این هم از این قسمت تا لیگ رو گوردیم، اووردیمش تا اینجا. خب میرسیم به این رنگ ها. خب اینا رو باید دونه دونه کانکتنیت بکنیم. HFC HFC اینا هاش. خب اینو دو حالت میتونیم درستش بکنیم، یا اینکه بیایم به این حالت اینا رو بذاریم تو این حالت، حالت دابل کوتیشن. حالا بهتون میگم چرا. این رو تا اینجا میارم، بعد کانکتنیت میزنیم یه دونه اینجوری میدیم تا بمونه. خب واسه اینکه دابل کوتیشن اجازه رو به من میده که نام متغیرها رو مستقیم بنویسم داخلش. HFC. خب LFC، LFC رو میارم، کروشه میذارم و بعد نام متغیر رو مینویسم. خود ورد پی... خب میدونید مال پی اچ پی، توضیحش نمیدم، یکی از اعمال پی اچ پی باید با پی اچ پی آشنایی داشته باشید. رشته های پی اچ پی اگه دابل کوتیشن باشه ما این اجازه رو به ما میده که نام متغیر رو مستقیم بنویسیم تو رشته، خودش جایگذاری میکنه. اچ پی سی. حالا شما اگه دوست دارید میتونید واسه پرفورمنس بالاتر و کارهای بالاتر همون از حالت کانکتنیت استفاده کنید، رشته های تک رشته ای. او آر بی سی. خب ال بی سی. خب ای آر بی سی. دارم دونه دونه میذاریم جلوشون. خب تا اینجا میاد و میرسه به اینها. ما این رشته رو اینجا میبندیم، میریم خط پایینی، در اونجا ادامه میدیم کارمون رو. من این لیگ رو دوباره کانکتنیت ادامه رو میارم پایین. خب دوباره یک علامت رشته ای میذارم. خب میخوام این صفر رو حالا جایگذاری بکنیم، اینها رو به این شکل گفتیم که این سومی میشه بازی، از بازی شروع میکنه. من قبلا اینا رو حساب کردم، دونه دونه اینا رو تغییر دادم اینجا، یا تیک گذاشتم، بعد این پایین نگاه کردم ببینم کدوم تغییر میکنه.
خب سومی میشه بازی. هاشی سوم، بله سوم میشه بازی. بازی رو میارم، متخیل بازی رو میارم. این از این و بعدی میشه برد. واسه همین بود به 0 و 1 تبدیلشون کردیم، اینجا بود. بعدی میشه مساوی. بعدی میشه باخت. بعدی میشه گل زده. بعدی میشه گل خورده. و بعدی هم میشه تفاضل. اون آخری هم معلوم نیست چی هست، همیشه خدا یکه، حالا هر چی هست خودشون میدونن. خب این هم خب میشه رشتمون در کل، واسه اینکه مرتب تر بشه اون تیکه آخرش هم میاریم پایین. تیکه آخر که اینجا بود اینو میبندم، کانکتنیتش رو از بین میبرم و این تیکه آخر نمیذاره X میزنیم، کنترل X میزنیم، کوت میکنیم و این تیکه آخر هم میاریم پایین. خب اینم از این رشته اسکریپت لیگمون. خب حالا میرسیم به خود تایتل رو اول قرار میدیم، خود ویجت رو دیگه میخوایم تو خروجی قرارش بده. اکو آرکس بیفور اینو خب دیگه خودتون میدونید، قبلا تو اون بحث آموزش بیفور تایتل. خب خود تایتل رو من تو خروجی قرار میدم و آرگز افتر تایتل راستی یادمون رفت تایتل رو باید چی بهش میدادیم، اپلای فیلترش میکردیم. خب تایتل برابر است با اپلای، این اپلای فیلتر هم که قبلا توضیح دادم، اپلای فیلترز ویجت تایتل، واسه اینه که وردپرس ممکنه چیزایی رو بخواد اضافه بکنه بر اساس پلاگین هایی که نصب به تایتل ها، از اینجا استفاده میشه. و تایتل، خب اینم از تایتل و دیگه از اینجا به بعد کار ساده است. اکو آرکس ما بیفور ویجت رو یادمون رفت بذاریم. اکو آرکس بیفور ویجت و افتر ویجت. خب این هم از افتر ویجت و فیما بین این ها هم میشه اکو، همون بدنه پلاگین اسمش چیه، اون افزار باشد ابزارکمون میشه، همین اسکریپت لیگ رو می نویسیم و اسکریپت رو در انتها اکو می کنیم و ابزارکمون به پایان میرسه. این هم از ابزارکمون، یه تستی هم ازش بزنیم. خب داریمش، سفر رو من رفرش می کنم، این ابزارک اولی بود یا آخری بود، آخریه فکر کنم، بله اینا هاش. گل زده، امتیاز بازی، مثلا امتیاز گل زده، این مثلا گل خورده هم نشون بده. ذخیره رفرش میکنیم، گل خورده هم نشون بده، میگیم رنگ عنوان رو مثلا تغییر میده، میذاریمش قرمز. ذخیره میکنیم، رفرش میزنیم، فکر کنم این رنگ سبزه باید تغییر کنه، بله. خب همونطور که دیدید ابزارکمون به پایان رسید، امیدوارم که از این آموزش لذت کافی و استفاده لازم رو برده باشید.